سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز توجه نمایید به خبر دست تمدن. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داد که شمار جان باختگان سیلاب ها در ولایت غور به 70 نفر افزایش یافته است. با این حال گفته شده که حکومت 20 میلیون افغانی، 80 خیمه، بیش از 300 بسته ادویه و 5000 پتو را به سیلاب زدگان غور کمک کرده است. همزمان با این، برنامه جهانی غذا گفته که در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایات شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری میلادی 540 نفر جان باختند. در ادامه واکنش جهانی به سانحه هوای رئیس جمهوری ایران، امریکا نیز جان باختن ابراهیم رئیسی را تسلیت گفت. رئیس جمهوری ترکیه هم در تماس تلفنی با محمد مخبر، جانشین آقای رئیسی، تاکید کرد این کشور در این شرایط دشوار در کنار مردم ایران ایستاده. همزمان تاریخ قطعی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای انتخابات رئیس جمهور تا 8 ماه سرطان اعلام شده. سران قوای مقننه و قضایای ایران و کفیل ریاست جمهوری ایران در جلسه در این باره تصمیم گرفته است. بانک مرکزی در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل گفته تحریم‌های جهانی علیه سیستم‌های مالی افغانستان بیشتر به مردم آسیب زده و توان خرید آنان را کاهش داده است. هدایت الله بدری در دیدار با زمره دکارلو گفت که این تحریم‌ها سبب شده تا مبادلات بین‌المللی از مجاری غیر رسمی انجام شود و بر ثبات مالی کشور تأثیر منفی گذاشته. آقای بدری همچنان خواهان لغو محدودیت‌ها بر نظام بانکی افغانستان شد. شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز از امروز سه شنبه پروازهایش به کابل را از سر می‌گیرد. ترکیش ایرلاینز در اعلامیه گفته که در یک هفته 4 پرواز به کابل خواهد داشت. همزمان سفیر ترکیه در کابل گفته که با یکی از مسئولان ترکیش ایرلاینز دیدار کرده و این شرکت هواپیمایی پروازهای بین کابل و استانبول را روز سه شنبه از سر خواهد گرفت و قوی آماده به افغانستان برمی‌گردد. نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دیروز در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شد. در این نشست در کنار موضوعات مهم منطقه‌ای و جهانی در مورد تقویت صلح و ثبات در افغانستان نیز بحث شد. همزمان با این، معاون دبیرکل سازمان ملل در دیدار با مقام‌های حکومت در مورد نشست سوم دوحه درباره افغانستان بحث و گفتگو کردند. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر، گفته اگر شرایط و موقف حکومت افغان کنونی در نشست بعدی پذیرفته شود، هیئت کابل در آن شرکت خواهد کرد. نرم افزار سیستم آنلاین در بخش دانشجویان انستیتوت های علوم صحی افتتاح شد. این نرم افزار معلومات تحصیلی دانشجویان بخش علوم صحی از شمولیت تا فراغت را شامل می شود و هدف آن جلوگیری از دانشجویان خیالی و شفافیت در امتحانات خوانده شده. دانشجویان نیز می گویند با آغاز کار این سیستم سهولت های ویژه برای آنان فراهم شده و از ضیاع وقت و امکانات جلوگیری کرده. بیننده های عزیز، این خبر ده بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.